در زمانه فضای مجازی و احوال‌پرسی‌های غیر حضوری فرصتی دست داد تا با چهره‌ای آشنا برای چند نسل دیداری تازه کنیم. سن خیلی خیلی پایین تئاتر بودم که تئاتر رو بعد سینما و رادیو و تلویزیون این چیزا وقت قرارداد همه رو تجربه کردید. کدومش حسام سخت‌تر بود؟ برام آسان بود. همش آسان بود. دوست داشتم دیگه. آقای مرشدی ببینم که میخندین دیگه عصبانی نیستین از دست بچه ها. خانم ریاهی بیش از 72 سال است که روی صحنه است. خب با باد بدکای فانوس دارشون می اومدن و فانوس ها رو هوا میکردن. من هم نقش نوجوان بازی کردم، من نقش جوان بازی کردم، من نقش مادر بازی کردم. آخرین بازی که کردید کی بود حدودا؟ با خدا یادم نیست. بیشتر نقش مادر رو داشتی، درست میگم؟ پس قرار بود نقش پدر داشته باشم. او را اولین کارگردان زن ایرانی میشناسند. در سال 1335 فیلم مرجان را کارگردانی کرد. شما همیشه گفتید که نه من کنار مردم هم میخوام بمونم، کنار مردم باشم. این حقیقت. من اینجا وطن خودم رو بیشتر دوست داشتم. راضی هستید؟ همین مسیر رو دوست داشتید ادامه بدید؟ من چه وقتی یه گلی بکارم من گلی قشنگ بیاد بالا من لذتش میبرم، یا دیگران هم اگر این کار رو انجام بدن لذتش میبرم. بهترین همسایه ها، بهترین دوست ها، چی میگم، بهترین نزدیک های من هستی. در هر سنی همواره نقش مثبت بازی کرده است. این روزها حافظه اش ضعیف شده، اما حافظه ملت ضعیف نیست. مردم که شما رو تو خیابون میبینن معمولا واکنششون چیه؟ احساسشون رو نسبت به خودم خیلی دوست دارم. وقتی منو میبینن با یک نگاهی، با یک احساسی با من صحبت میکنن که من زنده میشم دوباره. بیشتر چی میگن به تو؟ میگن چرا دیگه با کار نمیکنی؟ میگم بابا بس نوبت اونای دیگه است. یه شعر برامون بخونید. دستم بگیر که از غم ایام خستم، نازم بکش که عاشقم و دل شکستم. تو باقشم یادم نیست. همه نازتونو میکشن. می مردم عزیز، با همه چیز نزدیک باشید، محبت داشته باشید به همه کس و همه چیز. اجازه میخوام گل روتون ببوسم. قربان شما، قربان شما، لطف کردین که اومدین منو دیدین.